چه سوال مهمی دیگه پیش ما هست که گفتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی است که آیا جز انبیا علیه السلام برای کسی دیگری وحی فرستاده شده؟ اگر نه، پس درباره ندا برای مریم مادر عیسی علیه السلام لطف نموده روشنی بیاندازید. جزاکم الله خیر. خب، این سوال خیلی تفصیلی است. بله. نزد اهل سنت و جماعت همه انبیا همه رسولان مرد بودن. بله. متوجه شدین؟ یقینا. همه انبیا همه رسولان مرد بودن. بله. علمای اهل تشیع دسته از اینها باور داره که 9 تا خانم، 7 تا، 5 تا، 5 تا، 7 تا، 9 تا. 9 تا خانم به اصطلاح آنها پیامبر بودن. نزد اهل سنت و جماعت پیامبر نبودن. آنجایی که در قرآن کریم وحی به زنبور عسل آمده است و اوحى ربك الى النحل وحی فرستاد پروردگار تو به زنبور عسل. خب زنبور عسل چه قسم وحی میآید؟ و اینجا میآید که به طرف مریم اشاره شد. متوجه هستین؟ اینجا وحی به معنای همان القای قلبی هست. درک حقیقت در قلب انداخته شد یا اشاره شد. چرا وحی اقسامی داره؟ به 5 قسم هستند. وحی به معنای الهام می آید، وحی به معنای امر می آید، وحی برای آمدن ملائک می آید به شکل ملک، ملائک به شکل بشر، رویای صالحه، خوابهایی که محمد رسول الله دیدن، وحی خفی، احادیث گهر بارشان، وحی جلی، قرآن کریم. اینجا به معنای همان القای سخن در قلب هست. و این ما تعبیر به الهام میکنیم. الهام میکنیم که مریم یک ولیه بود و برای مریم از طرف الله الهام شد. اینجا وحی به معنی الهام است. بسیار خوب.